Şomi bir şakı mı dekaber der mi mu? Şomi bir şakı mı dekaber der mi mu? Xuna işleri ne der Duşanbe? Marosim takdimi avalin joyzahoy şarvan disol doyur şud. İn avalin joyza eski ehtilof bonovun jurnalist Tocikistan bu desgiri internews bargozor mekunand. On badvozda nafari doda şud ki raftorashon namune şucuat şarvandi gerdida در دیگر گونه های مثبت در جامعه تاثیر چشم را گذاشتند. اولین شده رضاکار جوان یکی از فعالان شهر خاروخ کامیار میرزایف به تالار خوانده شد. دعوت او را برای تعمیر بیمارخانه صاحبکاران شخصیت های معروف و مردم عادی دستگیری نموده بیمارخانه تعمیر و با همه چیزهای ضروری تامین کرده شد. پس از آن دلربا صمد و شهروند سال طبق فرضیه رسانه های تاجیکستان دعوت شد. ضمناً ذکر گردید که باور سول جوری وای به ساکنان منطقه نزاد در مرز با قرغزستان که به سرپناه مانده بودند کمک رسانید. با شرافت او و چند نفر فعالان دیگر جامعه شهروندی از تمام مناطق کشور به آسیب دیدگان کمک جمعوری شد. انخیت سیمیدینو و نیز به این جایزه سرفراز دانسته شد که پس از برگزاری ده ها ملاقات توانست در یک جایگی با دوستان و پشتیبانی جامعه و بیرون آوردن 167 دختر و زن از مناطق درگیری های افغانستان موفق شود. زلفیه رحمتوا نیز برای موضع‌گیری فعال شهروندیش در بسیار مسئله هایی که برای جامعه تاجیکستان اهمیت دارند صاحب جایزه شد. لولا نصرالدینوا نیز شهروند سال دانسته شد که با موقع فعال شهروندی خود جامعه را به شنیدن و قبول کردن معیوبان همچون عضو کامل حقوق جامعه دعوت میکند. در بین برندگان جایزه اینچنین اینها بودند: حامی حقوق گلچهره رحمانوا که یک جا با دستش با کودکان عمل کرده و مخالف قانون کار میکند، الینا بخوریوا که در محافظت حیوانات بی‌صاحب و بی‌خانه ایسای بی اندازه میگذارد، نوروز اودینایف نه تنها حقوق شناس بلکه اکولوگ فعال حفظ محیط زیست و خادم فعال جمعیتی میباشد، دیرکتر تئاتر کونبودام غیرت قادیروف که برای موقع فعال شهروندی در سال 2020 کارگردان جوان توجک منظرالی شیرالی برای فیلم سربار جایزه گرفت. جایزه این چونین به موسیقچی شوین قربانوف که فعال بایت فرنگی دوشنبه متصدی و مؤسس اتحادیه ایجادی موزه که از سال 2020 این جانب وجود دارد، مؤلف جشنواره موسیقی الکترونی و ایجادی که سال دوم در کوسار زیر عثمان کشاد با موفقیت گذرانیده می شود نیز تقدیم شد. جایزه مذکور به دلیر امومالی روزنامه‌نگار و مؤلف محفل مطبوعات رادیوی وطن نیز سپرده شد. او با گزارش های دلیرانه و پخش مستقیم در موضوع های داغ معروف است. در فرجام مراسم به متخصص معروف غربی در ساحه ویروس شناسی دکتر اورش علایی برای کمکش در دوره پاندمی کرونا ویروس اظهار سپاس کرده شد.